آزادی بیان چیست؟ شما مطمئناً کلمه آزادی بیان را شنیده اید، اما تا حالا به این فکر کرده اید که چه معنایی می دهد؟ در قانون اساسی که سال 1814 تصویب شد، آنها قانون آزادی بیان را نوشتند. این همون آزادی است که ما برای گفتن و بیان کردن نظرات خود داریم. این آهنگ اصلا خوب نیست. نه اتفاق من خیلی هم دوست داشتم. شما در همه جا آزادی بیان دارید. برای مثال در خانواده، با دوستان یا در مکتب. شما خودتان تصمیم میگیرید که چطور میخواهید از این استفاده کنید. دوست دارید نظرات را بیان کنید یا آن را بنویسید. اگرچه ما آزادی بیان کردن نظرمان را داریم، اما گفتن بعضی چیزها مجاز نمی باشد. این مجاز است که شما با نظر و گفته دیگران مخالف باشید. برای مثال میگویید من مخالف نظر شما هستم یا این حرف شما میزنید واقعا احمقانه است. اما اگر بگویید که شما هیچ دوستی ندارید و هیچ کس شما را دوست ندارد، آن وقت یک مسئله شخصی می شود و این مجاز نمی باشد. اما مثال های نیاز داریم که نوشتن آنها خوب نمی باشد. یا نگاهی به اظهار نظرهایی که در زیر این عکس نوشته شده بود انداخت و یک مثال خیلی خوب پیدا کرده که نوشتن آن خوب نمی باشد. همه مسلمانان تروریست هستند. نوشتن این صحیح نمی باشد. دلیل این هست که این صحیح نمی باشد. همه مسلمان تروریست نیستند. یان گفت یکی از چیزهایی که غیرقانونی هست نوشتن یا بیان کردن چیزهایی هست که حقیقت ندارند. اما خوب است که یک قانون را به یاد داشته باشید. مهمترین چیز این هست که همه بتوانند نظر خود را درباره جامعه اطراف خود بیان کنند. اما ما هنگامی که با دیگران یا درباره آنها صحبت میکنیم، یک قانون خوب وجود دارد. چگونه دوست دارید که دیگران با شما و درباره شما صحبت کنند، سعی کنید شما هم همین کار را انجام دهید.